چیه؟ فکراتو کردی؟ بله، فکرامو کردم. میخوام امشب با شما بیام. نمیخوام کسی بدون تو با من میایی. با هیچ کس صحبت نکن. ساعت 12 امشب فرودگاه باش. باشه. الان کدوم بچه تره؟ رفتار کدوم یکی بچه گانه تره ها؟ کدوم یکی؟ وقتی میترسیم یا وقتی خوشحالیم همه ما مثل بچه ها رفتار میکنیم. همه آدم ها، همه جونورا، حتی علف ها و درخت ها. حالا من کدومم؟ هیولا هم، دلغک هم. چیکا کردم؟ چرا ترسیدی؟ بدترین کار ممکن کرد. تو به من شک کردی رضا. نباید شک کردی. نباید به من شک کردی. همیشه تو مدرسه برام نوشتن انشا سخت‌ترین کار بود. هنوزم نوشتن برام سخته. برای همین این راهو انتخاب کردم. حرف زدن با این دوربین برام مثل حرف زدن با توه. این دوربینم فقط نگاه میکنه، هیچی نمیگه. پس گوش کن. امروز رفتم دادگاه خانواده. از دادگاه خواستم که تو رو مجبور کنن آزمایش بدی. البته اگه توافقی از هم جدا بشیم نیازی به این کارا نیست. تو این خونه موندن برام سخته. چمدونامو بستم. دارم از اینجا میرم. میرم خونه رئیس. رئیس، کاش میشد بگم خونه پدرم. امیدوارم که اجازه بده اونجا بمونم. اگه اجازه نداد میرم، نمیدونم کجا میرم. شاید برم خونه پوران. خداحافظ. میخوام از هم جدا بشیم. نه به خاطر اینکه بچه دار نمیشیم. نه، به این خاطر نیست. من دیگه برام دیر شده که مادر بشم. میخوام ازت جدا بشم چون دیگه نمیخوام همدیگر آزار بدیم. نه من تو رو، نه تو منو.
برو ببین پسر چه شده. سلامت کو. سلام بابا. سلام. خودتون اذیت نکنین. حرفای قشنگ و شاعرانه زدن فقط به درد دور میز میخوره. این حلقش. خودش هم امشب با پدرش از ایران میره. خراب کردم بابا. خراب کردم. نه یا تو. خواهش میکنم نه یا تو. سیگار نکش بوش میمونه. اون وقت اگه بپرسه کی اینجا بوده نمیدونم بهش چی بگم. بعدش هم دیگه بهتره پاشی بری. همین الان هست که بیاد. اون امشب نمیاد. قرار فردا شب بیاد. تو مجبوری همه چی رو بهش بگی؟ چرا همه چی رو بهش میگی مادر؟ واقعا نمیدونم بهش چی بگم. نمیدونم. اون کاراش معلوم نیست. شاید همین الان بیاد. اون سیگارتو خاموش کن و زودتر از اینجا برو. نمیخوام بی خود بهم شک کنه. زودتر بلند شو برو. اما اون بهت شک کرده. ساکت باش و فکرهای کثیفتو برای خودت نگه دار و پاشو برو. باشه. فکر کن فقط فکرهای من کثیف بوده. اما شازده هم فکرش کثیف بوده. چون اون برات به پا گذاشته بود. یه موتور سوار اجیر کرده بود که همیشه اینجا رو به پاد. هر جا میری دنبالت بیاد. اما من و رفقا حسابی از خجالتش در اومدیم. یه جوری زدیمش که دیگه این ورا پیداش نمیشه. تو یه دروغگوی کثیفی. اون هیچ وقت این کارو نمیکنه. بیا بهش زنگ بزن بگو بیاد اینجا. بهت میگه چه جوری و کی ازش خواسته که عمر تو داشته باشه. تو یه دروغگوی کثیفی. یه دروغگوی کثیف. این بار دروغ نمیگم. برای اینکه شازدهتو بشناسی الان زنگ میزنم بیاد اینجا. چطوری حالو؟ حالت بهتر شده؟ تا یه ساعت دیگه اینجا باش کارت دارم. چراش به تو ربط نداره. میخوام دو کلام باهات حرف بزنم بعدش هم میری. نه ترس کاریت ندارم. گفتم که میخوام دو کلام باهات حرف بزنم. بیا تو. چمدون و کیفو بذار تو ماشین. چشم برو. نظر مستخدم و فضولی کنن. نمیخوام اونا چیزی بدونن. چشم. نه اونا، نه بچه ها، نه هیچ کسی دیگه. تا یکی دو هفته نمیخوام کسی بدونه ایران نیستم. چشم. اومدی زیر زمین؟ اومدی خودتو از همه قایم کنی؟ آره. دیگه نمیخوام هیچ کسو ببینم. نمیخوای به کسی زنگ بزنی؟ از کسی خداحافظی کنی؟ از کی خداحافظی کنم؟ کی من براش مهمم که بخوام ازش خداحافظی کنم ها؟ دلم میخواد به خودم دلداری بدم. دلم میخواد اسم یکی رو یادم بیاد که بهش زنگ بزنم. اما هیچ اسمی پیدا نمی کنم. هیچ اسمی رو پیدا نمی کنم.
بهش جواب نمیدی؟ نه بهش جواب نمیدم. چرا؟ برای اینکه فایده ای نداره، دیگه فایده ای نداره. جواب نمیده بابا، نمیخواد جواب بده. میخوام حرف بزنی، میخوام بهم بگی چه اتفاقی افتاده. زود باش، شروع کن. اولش با هم حرف زدیم، بهش گفتم بیا دنبال مقصر نگردی، همه چی درست شد، حلقشم دستش کرد. بعد یهو بهم گفت داشته فکر میکرده امشب با پدرش از ایران بره یا نه. جا خوردم. بعد تلفنش زنگ زد، بهش گفتم کی بود، گفت حمید، همونو که یه موقعی قرار بود باش ازدواج کنه. گفتم چرا بهت زنگ میزنه، جواب نداد. بعد یکم راه رفتیم و حرف زدیم، منم دل خور بودم. لیام فهمید که دل خورم. خب من به شک کردم بابا، به شک کردم، به احساس و علاقه‌ای که نسبت بهم داره شک کردم. بابا اون از پیشم میره به خاطر اینکه فکر میکنه احساس من نسبت بهش عوض شده. تو تخم چشم زول میزنه، میگه داشته فکر میکرد که بابا باش از ایران بره یا نه، بدون اینکه به من بگه. ازش میپرسن این پسره برای چی بهت زنگ میزنه، جواب نمیده. منم فکرم حق دارم، هرچی دارم میخواد بهش بگم. خراب کردم بابا. یه جورایی به حق میدم، اما سوال کردن با شک کردن فرق میکنه. تو حق داشتی سوال بکنی، حقم داشتی جواب بگیری، اما شک کردن مرد به زن یا زن به مرد یه چیز دیگه است. من فکر میکنم یه جور گناهه، یه حرمتیه که هیچ وقت نباید زیر پا گذاشته بشه. تو حق داشتی که سوال بکنی، ولی حق نداشتی حرمت خودت و لعیا رو زیر پا بذاری. من اصلا همچین منظوری نداشتم. میفهمم، تو فقط ترسیده بودی، ترسیده بودی نکنه اون از دست بدی. الان هم ترست مال اینه که نکنه از دستت بره. خامید مال ترسته، مال عشقته، خامی هر دوتو. وقتی بهت نگاه میکنم، به حرکاتت، به حرفات، به اون حالی که الان داری، به خودم میگم معنی همه اینا چیه؟ فقط یه چیزه، کمک. تو داری با صدای بلند فریاد میزنی کمک، کمک میخوای که لعیا رو از دست ندی. اگه لعیا رو میخوای از خودت شروع کن، خودت به خودت کمک بکن، به جایی که اینجا بشینی قنبرک بزنی، ادای اینو در بیاری که در حقت جفا شده. بلند شو، نذار چیزی رو که میخوای از دست بدی. اگه اون بره، اگه از دستش بدی، فقط مقصر خودتی، فقط خودت. رضا اونم کمک میخواد. سلام خانم. بگو همه چیزو بهش بگو، بگو کی بهت گفته که تعقیبش کنی، نشونی هم بده که باورشه. راستش ما خودشو ندیدیم، اسمش هم نمیدونیم. خودش همیشه تو ماشین بود، ماشینش این ماشین بزرگاست. ما با راننده‌اش حرف میزدیم. اینا رو بی خیال،
بهش نشونی بده. روز اولی که تعقیب شردی رو مو به مو براش تعریف کن. شرمنده خانم، روز اول طرفای ساعت 10 بود که از خونه رفتیم بیرون. با تاکسی رفتیم. اول رفتیم یه دارالترجمه، بعد برگشتیم. سر راه یه مقدار میوه خریدیم. چند تا شاخه بزرگ کرفس، چند کیلو گوجه فرنگی. دیگه خفه. بسه. هری. چشم. خداحافظ. با اجازتون مادر. خداحافظ. کسی به اون چیزی گفته؟ خبری بهش دادن؟ نه، فکر نمی کنم. سلام. اومدی قهر؟ پرسیدم اومدی قهر؟ نه، قهر نیومدم. برای همیشه اومدم. میخوای جدا بشی؟ بله. را بیاف اسماعیل. فعلا برو تو، فردا با هم دیگه حرف میزنیم. تا با هم دیگه حرف نزدیم هیچ کاری نکن. فهمیدی؟ بله، چشم. سلام. کجایی؟ توی یه ایستگاه مترو. با کسی که تماس نگرفتی؟ نه. تو کدوم ایستگاهی؟ ایستگاه 5. خیلی خوب، همونجا باش، اسماعیل میاد دنبالت. چشم. برو پارکینگ.
اون کیفو بذار لعیا بیاره. به لعیا بگو من اون ور تو فرودگاه منتظرشم. اگه برای کیف و لعیا مشکل پیش اومد چیکار کنم؟ کاری نکن، خودت هم نشون نده. وقتی رسیدم اونور بهت میگم چه کار باید بکنی. در ببند. جواب نمیده. خب بشین مسیج بده. وقت رو تلف نکنی. تلفن کردن دیگه فایده نداره. یه سوژه بگیر با مریم برید دنبالش. برو ازش. سلام خانم. سلام. پس پدر کجاست؟ پرواز ایشون یه ساعت زودتر از شماست. گفتن توی فرودگاه اونور منتظر شما هستن. درو ببندیم بریم. دیر میشه به پرواز نمیرسیم. دستی مال پدره؟ بله، گفتن شما براشون ببرید. از دادگاه خواستم که تو رو مجبور کنن آزمایش به این خونه موندن برام سخته. البته اگه توافقی از هم جدا بشیم دارم از اینجا میرم. نیازی به این کار نیست. رئیس کاش میشد بگم خونه پدرم. رئیس میخوام از هم جدا بشیم، نه به خاطر اینکه بچه دار نمیشین. میخوام ازت جدا بشم چون دیگه نمیخوام هم دیگر آزار بدین. نه من تو رو. بله. لایا باهاته؟ بله. Thank you.
آقای فرخ کامیاب؟ بله. نام پدر سعید صادرات تونکابون؟ بله. شما حق خروج از کشور رو ندارید. چرا؟